در این برنامه حدود 50 تن از آقایان و خانم ها برای اهدای خون اشتراک کردند. برنامه‌ای که اهدای خون برای نیازمندان نام دارد و امروز در بیمارستان مرکزی هرات برگزار شد. مسئولان راه اندازی این برنامه گفتند که تلاش دارند از این طریق فرهنگ خوندهی به هم نو را تقویت بخشند. ما خواستیم با ایجاد همچین برنامه کمک بکنیم برای همچین بیمارای. حالا خیلی از اشخاص وقتی ما اطلاع رسانی کردیم برای از اونها خیلی مورد تشویق قرار گرفتیم و خیلی کسا انگیزه گرفتن که بیام کمک کنم بین مردم. ما هدف کلی ما از این برنامه اینه که یک روزی بشه که اهدای خون در بین مردم ما یک فرهنگ دیرینه و نهادینه بشه. این کمپاین از سوی رهبران امیدبخش فردا که از فارغان دوره هشتم برنامه رهبری زنانند راه اندازی شده است و گفته این مسئولان بانک خون مرکزی هرات 11000 سیسی خون از زمان شروع این برنامه از طرف شهروندان اهدا شده است. افرادی که امروز آمدن از طرف مؤسسه پرومود بود، فکر کنم یک تعداد جوان ها بودن و تعداد 24 نفر اینجا حاضر شدن و خون اهدا کردند که 12000 سیسی ما از نزد زنان خون اخذ کردیم و فعلا در بانک خون ذخیره شده و ما این خون به مریض های نیازمند ان شاء الله توزیع خواهد کردیم. یکی از اشتراک کننده ها که برای اهدای خون آمده است این نوع برنامه ها را برای کمک به بیماران و کسانی که نیازمند خونند بسیار مفید می داند. و این فرهنگ سازی خواستن انجام بدن در جامعه هرات و در جامعه افغانستان که انشالله در آینده ها ما دیگر اعلام اطلاعیه های به شفاخانه ها نبینیم که اونا کمبود خون دارن یا نیاز دارن به یک گروپ خونی که خیلی کمبود داره ما به او. انشالله این فرهنگ سازی شه و همه مردم ما خصوصا خانم ها آقایان این دیدی از اونا که فکر میکنن که خود از اونا شاید به خون نیاز داشته باشن و دوست نداشته باشن که او رو اهدا کنن، در حالی که امی اهدای خون برای خود از اونام زیاد فایده داره. برگزار کننده های این برنامه باورمند هستند که اگر هر فردی حداقل ماهی یک بار برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کند، دیگر هیچ بیماری به دلیل نبود خون مناسب جان خود را از دست نخواهد داد.